سبحان الله ابراهیم حالا بیا که صبحانه تیار است. دعای خدا خلاص کنم بیایی. کمی عجله کو، تو همیشه دعای طولانی میکنی. سبحان الله. ابراهیم تو داتی یک جای کار میکنی که نه شب داریم نه روز، یا که صبح وقت نماز از خانم ابراهی، یا که تمام شب در وظیفه میباشی. چی فرق میکنه سوزان؟ خدا را شکر که به کسی محتاج نیستیم، خانم داریم. خانه داریم؟ خانه خو کراییست. فرق نمیکنه، خلاصه در خانه خو هستیم. اگر کراییم میکنه، بسیار شکر که قرضدار نیستیم. نداریم. ابراهیم لطفا زد نکو، از لالا این پیسه قرض بگیریم و در یک شفاخانه خوب تداوی خدا کنیم. چطور میگم ابراهیم؟ از لالایت؟ هرگز نمیشه، پیسه را خوبان حتی نمیخوایم که ثوابش بگیرم. اوه ابراهیم دیگه چی گپ است؟ لالایم چی کده؟ سوزان جان تاکید نکو، پیسه گرفتن از یک سودخوره بان، حتی در کوچه و پای خدا نمیمانم. ما پیسه حرام در خانه خود جای نمیتونم. این گپا چیز که میزنی؟ لالای ما تو یک آدم نیست ابراهیم. تو هم تو فکر کن. ما فقط گفتم قرض بگی، در قرض گرفتن چی گپ است؟ گوش کن سوزان جان، پیسه حرام انسان تباه میسازه. وقتی که خانم ها امیدوار میباشن به خوراک و پوشاک خود دقت میکنن، همونطور نیست؟ به خاطر چی؟ به خاطر که به طفلشان ضرر نرسه. اما تو فکر میکنی که تنها مادیات به طفل ضرر میرسانه سوزان؟ یعنی چطور؟ حرام که بخوری به طفل ضرر میرسانه، کسی که دروغ بگویه، کسی که حق کسی را بخوره به طفلش ضرر میرسه. ابراهیم تو بسیار باریک بین هستی، یگانه خواست من این است که صاحب اولاد شویم، دیگه چیز نمیخوایم. این امکاناتی که داریم به تداوی تو کفایت نمیکنه. اگر از لالایم کمک بخوایم باز چی میشه؟ دوستو نمیشه. حقت برم ببخش سوزا، اما چیزایی که گفتی هرگز نمیشه فهمیدی؟ ما اگه بمورم اون پیسه یک سود خوره نمیگیرم، حتی اگه از اون پیسه صاحب اولادم شوم. ما فقط اولاد میخوایم، چرا نمیفهمی؟ میخوایم مادر شوم، طفل خدا دا آغوش گرفته او رو نوازش به تو ابراهیم. تو هم که به مرا درک کن. جانم عجله نکو، خدایا موتورا چقدر تست تست میره، اینا رو چطور از سرک دیر کنم؟ خانم میخواین کمکتون کنم؟ خداوند شما راضی باشه. تشکر میکنم. در بغلم بیا. بازم تشکر میکنم. خواهش میکنم، خدا کلانش کنه، ماشاءالله بسیار قندول است. زنده باشین. بس دیگر بس دیگر سوختم. ببین رفیق تیم فوتبالم با امسال تیم گلاتاسرای بسیار خوش است. بله اونا بسیار خوش هستن، با مخاطر رفیقم هم بسیار خوش هست. رفیقا پشت دیگر پیلا بته دوباره یکان چیز دیگر گب بزنیم. از شما یک سوال دارم، میفهمین دعای کار کنن اتفایه چی هست؟ والا دارتش که بفتم تمام دعای را که یادارم میخوانم. حضرت ابراهیم که دارتش انداختن. درباره این موضوع یک آیت آمد، ای را به جای دعا میخوانن، یا نار کنی بردن و سلامن، یعنی ای آتش
سردو با سلامت شو. ما خسوری فاتحه رو میخوانم. رفیقا زنگ خطر است. هر بسم الله بریم بخیر. لالا با ابراهیم گپ زدم اما او قبول نکرد. خب چی میگه؟ دقیقش نشو لالا جان. آه دختر باگا او چی میگه؟ میگه من پیسه حرام نمیگیرم. برا رنگ خود گم کنه لوده احمق. مرا میگرام خود شما همه قصه فکر کده تمام زندگی تانه به ناداری تر کنن. لالا لطفاً تو نگو. من فکر میکنم ابراهیم میشرمه. آخر او یک مرد است. او هم از خود غرور داره. ای غرور چی است؟ همگی از وضعیتش خبر داره. ای غرور میکنم. ای خواهر مثل گلم در چی وضعیت قرار داره؟ سلام. سلام. من مراد پیکان هستم. متفش بیمه. باید کنترل کنم که اینجا را کسی بزد در داده یا خودش در گرفته. خدا مشکل نیست؟ میتونم داخل برم؟ بله میتونم. بیاین داخل شوید. من امرویتون کمک میکنم. قسمی که میبینیم این منزل کاملا سوخته. فکر میکنم آتش از زمین شروع شده و به طرف بالا رفته. همه تو معلوم میشه اما تا حال اصل قضیه را نمیفهمیم. در این فصل زیاد آتش سوزی میشه. بخاری های برقی شارتی میکنه و یک بار تمام ساختمان خاکستر میشه. میخوایم یک بار تا منزل بالا برم. آیا رفته میتونم؟ بله البته میتونین برین آقا. میخوایم تنها برم. درست از برین. درست از پای پاخ جمع شد. حالا باید بریم. لالا ابراهیم چی شد؟ تو کجا رفت؟ لالا ابراهیم دعایت خواندی؟ اوه نه دعا یادم رفت. چرا سوره فاتحه را نخواندی؟ طبعا بدون خواندن دعا داخل نمیرم. والا راست میگی. تا که سوره فاتحه را نخوانم داخل اتاق نمیرم. او طرف ها ببینین از دوست یک صدا میایه. یک صدا آمد دوستا شما شما بله. آیا شما می صدا را شنیدین؟ توبه توبه این صدای کی است؟ من اینجا را کنترل کردم کسی نبود. از اون طرف میاد. این صدا از داخل آلمانی میاد. تمامتان و نوبت از بین میره.
قلعه را مکمل به خاکستر مبدل کرد و در جریاناتش روزی یک انفجار بزرگ صورت گرفت و در این انفجار یک کارمند اطفایه خلیل ابراهیم سلیم و مامور بیمه که مراد پیکان نام داشت جان خود را از دست دادن و از اثر این انفجار مردم محل وارخطا شدند. خانه هایی که نزدیک این محل بود شیشه هایشان فرو ریخت. ریاست امنیت ملی به خاطر این رویداد تحقیقات جدی را آغاز کرده است و حال توجه کنید به خبر مهم دیگر. این بوی چی است؟ حالا چی کنم؟ از دست دیوانه شدم ابراهیموف. آمدم. بیتول ملک؟ پدر؟ پدر جانم ضرور نیست که بترسی. پدر او ده اونجا چی است؟ معرفی تان میکنم، خلیل ابراهیم سلیم همراه ما نو آمدن. حال خانمش در وضعیت بد قرار داره. نه شرم ابراهیم، قصه کو. خانمم باید از لالایش دور باشه، اگر نه به بسیار مشکلات برمیخوره. گفتین از لالایش؟ بله. خوبی چی است؟ یک نفر است که بسیار درد میکشه، اگر کمکش نکنین میسوزه. لطفاً او را نجات بدین. چطور؟ با چشمای او ببینه. با چشمای کی؟ فردا کدام آتش سوزی شهید شده باشه؟ باز حتما عامر صاحب صادق از این موضوع خبر شده.
خدایا به هیچ کسو درد نده که طاقتش نداشته باشه. مادر؟ آیایی از پدرم است. ایر از کجا پیدا کردی؟ از باغچه. گوش که برای چی میگم، کس امرای لایتر بازی نمی کنه، فهمیدی؟ تو ایر از کجا پیدا کردی؟ مادر برتان گفتم از باغچه، ایده بالای گاز بود. امروز پدرم در خواب دیدم، در باغچه ما آمده بود. شما و پدرم در بالای گاز شده بودین، گاز میخورده. ببین دیدی دخترم، به خاطر که در خواب دیدی سرت تاثیر کرده. به نظرت امکان داره که پدرت اوجا بیاید؟ مادر جان بالای ما باور کنید، لایتر از باغچه پیدا کردم. باور کنید مادر جان راست میگم، همی که از خواب بیدار شدم طرف گاز رفتم، میخواستم در گاز بشینم باز لایتر را دیدم. دختر نازم، فکر میکنی تو تنها پشت پدرت دق شدی؟ ما هم پشت تو بسیار دق شدیم. اوه، ای چی هست؟ این مرش بسیار تند است، هر کسی رو خورده نمیتونه. اگه میگی که من یک جوان هستم پس امتحانش کن. نه رفیق، نمیخوایم بدیم خراب شوه. بخون سر میده تاثیر نمیکنه. آمر صاحب صادق، این مرش مثل دیگه مرچانه است، بسیار تند است، چشمای انسان رو سوخ میگیره. تند چی دوستا؟ کسی که با همت باشه سرتون رای نمیزنه. خب میبینیم چشم سوخ میگیره یا نه. خب برس. چی میکنی؟ چرا؟ زیاد شد؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بته ای چی میکنه؟ آمر سای بس است، باز نگویی که برم نگویی. صبر کو. ببین نگویی که مرا تند کرد، باز مرا غرض نیست. لالا ای چی میکنه؟ آب بیار آب. درست است، درست است. من خود گفتم که مرا غرض نیست، یادت است؟ تو خوب هستی؟ بتش بتش آمر سای، بگی آب بنوش. بگی آب بنوش. آمر سای صادق خوش آمدید خانم ملک. بله سلام تکی، ملکه هستم، چطور هستی؟ ملکه تشکر میکنم، خوب هستم، خودت چطور هستی؟ بسیار یک مجدی خوب است. اوروز کم جگر خون شدم، من تو خاطر نتونستم که از شما تشکری کنم. خواهش میکنم، مهم نیست. نه واقعا من ندارت هستم، یعنی ده اونجا مثل یک فرشن پیدا شده من نجات دادی. اوف ایره ببین. آی چیزی گفتین؟ نه گفتم مهم. یک چیز در فکرم آمد، اگه وقت داشته باشین میخوایم غذای شما با هم یک جا بخوریم. به خاطر تشکری. هیچ لازم نیست ملکه، با جای مرکز که میبودم این کارا میکرد. اما ترس، پس اگه میخواین که ببینیم غذانه، فقط قهوه مینوشیم، درست است؟ درست است، قبول دارم. ساعت 5 درست است؟ درست است فهمیدم. بسیار خوب، ساعت 5 در چملی جبه، درست است؟ بسیار خوب، با امیدی دیدار. با امیدی دیدار. ای
نتیجه میگیرم. درست است خانم. ببخشین خانم ملک، این موضوع مرچک خاطره بد برم شد. استغفر الله، خوب شد بخیر تیر شد. ما هر بار همی گپ براتون میگم خانم ملک، شما واقعا یک انسان عجیب هستین. آیا زندگی شما کدام بوده مختلف داره؟ چرا؟ باز چی شد؟ ما امروز یک جلسه مهم داریم خانم ملک، میخوایم موضوعش شما تخمین کنین. از کجا بفهمم؟ بیاز شما میفهمین. مسئله آتش سوزی که رخ داده در این باره تحقیق میکنیم. بعضی چیزای شاکی وجود داره، میخوایم در این باره تحقیق کنیم. بفرماین. یعنی وقتی که گپ میزنه باز دمو اسنا چشمش میپره؟ چشمک میزن؟ بله. خوب به یادم است یک چشمش میپرید، میگفت کنوارا نجات بده، اما مقصدش نفهمیدم. کاش شما قضیه را در خوابتان از سر تا آخر ببینین خانم ملک، تا که برام هم کار آسان شوه. میتونست چرا همیشه خوابتان مثل معما میباشه؟ آمر صاحبونا در جایی که اصلا اما قدر که اجازه برشون داده میشه اما قدر گپ میزنن. با شما مثل سریال است، قسمت قسمت میبینین. ای که چشمش میپرید حتما در ای کدام گپ است. معمو تو اسم میکنم. ساختمان بیمه شده است. خب میفهمیم که ساختمان با آتش زدن، اما ای که چرا اونا خواستن دیگر را از بین برن ای را نمیفهمم. سلام. سلام دوستان. بفرمایید. خوش باشید. بفرمایید. چی شده؟ امینه فرود، کارمند اطفایه. آقا فرید، در دوسیه بعضی چیزا بود که مرا متوجه ساخت. وقتی که بررسی کردم از دیگه قضایای قدر فرق نداشت. آمر صاحب، بازم میخوایم در این قضیه دقیق باشه و هر چی زودتر که میتونین این قضیه را بررسی کنین. آیا یا آتش سوزی خود به صورت گرفته یا کسی قصدن و آتش سوزی را انجام داده؟ آیا این نفر تبایی است؟ وقت قضیه را دقیق بررسی کردم مرا متعجب ساخت. تصویرش دیدی؟ اوی نیست. اینه تمام شد. تشکر میکنم. یعنی چیزایی که در کتاب نوشته است همش واقعیت داره آقا فرید؟ ببینین، به خاطر که اونا از شرکت‌های بیمه پیسه بگیرن بعضی کارهایی را انجام دادن که از عقل دور است آمر صاحب. کسایی هم هستن که همسر خود کشتن، بعضی ها هستن که دکان خود در میتن. همه اینا را ما خودم دیدیم. مسلک ما کمی به تعقیب کننده میمانه، یعنی مثل مسلک شما است. بسیار قضیه را ما به سادگی حل میکنیم. اگه اجازتان باشه ما میرم. درست است آقا فرید، اگه چیزی پیدا کردیم براتون زنگ میزنیم. درست است آمر صاحب صادق. خوب میشه نامو انجمنه بگی؟ نامش فراموشم شده. چشم خدر. بله فهمیدم. درباره اونجا ازت معلومات خواسته بودم، میشه بگی چی کردی؟ با ایمیل شرکتتان روان کنم، درست است؟ نه، با ایمیل شخصیم روان کن. tekenkhanjar@gmail.com، درست است؟ درست است. یک چیزا میخوایم برات بگویم. یک انجمن است که به خانواده‌های شهدا کمک میکنه. 3 سال شده که تأسیس شده و به اطفال شهدا ورث هم میدن. همچنان به خانواده‌هایشان پول نقد هم کمک میکنه. راستش یک چیز دیگر برات بگویم. کسی که مسئول انجمن است، پول کرایه و هر چیزی که در انجمن مصرف میشه از جیب خود میده. خوب، میشه بگی آقای صادق کی است؟ جی بی جی، داوود جی بی جی. داوود جی بی جی؟ بله صاحب. بله؟ بله. اما خانم ملک، بدون کدام دلیل قاطع من کدام کاری کردن نمیتونم. ایرا میفهمم عمر صاحب، اما امی که اون افره دیدم از کدام امو است. وقتی که شهید ابراهیم در خواب دیدم ای که چشمش میپرید به طرف او اشاره میکرد. در ایگه اب کدام قضیه است یا که میخوای کدام کار کنه، اما من فهمیده نتانستم.
ما به خاطر گپای شما او را بندی کردن نمیتونم. لطفاً کوشش کنین متوجه باشین و ما باید خانم مرحوم ابراهیم خلیل پیدا کنم. مامر صاحب یک دانه از یام میگیرم. درست از بگیره. پیسه تا نبگیرین. تشکر. سودای ما چند شد؟ خوش آمدید. چی میخواستین؟ ایرا میگیرم. درست است لالا. زنده باشین. جلغوزی تازه دارین؟ خورده چند است؟ چای دارم یالا. چای. خورده 5 روپیه. اما پیسه میده ندارم. فرق نمیکنه. از بسکیت نمکی میگیرم. فرق نمیکنه. پیسه میده داریم. پیسه ما 200 روپیه است. واقعا زیاد است. اما میدهش میکنم لالا. اینا پیسه تا نبگیرین. سات لیره. زمستان آمده اما تو نیست؟ هنو زمستان دور است لالا. بفرمایین لالا پیسه اضافه تان. شما زنده باشید. روزتان خوش لالا. ببخشید نیپا کل چند است؟ 25 لیره. درست است. ایرم حساب کنیم. پدر جان. دختره. پدر جان گودی ما خلاص کردیم. منتظر باش. تنها رویش مانده. ببین دختره. خوشت خاطر آمد یا نه؟ یاسمین؟ یاسمین دخترم؟ یاسمین؟ دخترم؟ یاسمین؟ یاسمین؟ یاسمین شما ایتا باز کن؟ دخترم یاسمین؟ یاسمین دخترم؟ تشویش نکو دخترم، اونها پاداشی را حتما میتن. تمام مفتشا را در میتام. نوبت تو است. سلام. چیزایی را که گفتین هیچ کدامش را نفهمیدم. شما شوهر من نمیشناسین، چطور او را در خواب میبینین؟ ما چیز نفهمیدم. خب راستش من به این گپا هیچ عقیده ندارم. درکتان میکنم. آیا امرای شوهرتان کسی دشمنی داشت؟ نخیر، او دشمن نداشت. او مصروف کار خود بود. ابراهیم یک انسان صادق بود. یک درم حق کسی را نمیخورد. اما بازم او از این کار خود چی فایده کرد؟ اتو نگوین خانم، شوهرتان شهید شده. او از کار نبود که شهید شود. اوف، نمیفهمم. من هیچ چیز نمیفهمم. کسی که غرق میشه، کسی که زیر خانه میشه، یا کسی که دادسه ترافیکی میموره، کسی که در مریضی ساری بموره و کسی که بسوزه، تمامشون شهید میشن. دخترم، خصوصا شوهر شما که کارمند اطفایه بود، به خاطر نجات جان دیگرها خود با آتش انداخت. قسمی که شما گفتین یک انسان با ایمان بود، آیا خداوند او را با آتش مندازه؟
دخترم جای شوهرتان در بهشت است. والا نمیفهمم. اما ابراهیم در دنیا هیچ چیز نداشت. روابط شوهرتان امرای لالای چطور بود؟ لالای؟ شما لالایم از کجا میشناسین؟ بله ابراهیم ده خواب برم گفت که به خانم بگ از لالای خود دور باشه، اگر نه به مشکلات زیاد دچار میشه. بس از اگه کفایت میکنه، از این زیادتر نمیخوایم که پایتانه بشنوام. آیا شما ایتا فکر میکنین که لالای من یک انسان فریبکار است؟ بیازده ای باره همراه ابراهیم هم هیچ جور نامدم. خداوند بیامرزش، خداوند برتان صبر بده. ما به اجازه تان میریم. وای وای وای، راستش تو همون نفر هستی دگروال داود افسانه ای. مگم پیر شدی؟ خیرت باشه دخترم، چرا جگرخون شدی؟ هر بار که تو موضوعات خواب میبینم با مشکل زیاد روبرو میشم. باز وقتی که خواب ما تشریح میکنم باز خودم مثل کسی فکر میکنم که یک امتحان بزرگ در پیش رو داره کاکا داود. وظیفت مشکل است. ببین ملک دخترم، شاید مرتبه سفرت بلندتر باشه. بله، چیزایی که بالای تو می خارق‌العاده است و وظیفت هم خارق‌العاده است. میفهمم که برات مشکل است. اگه بخوایی که به مقصدت برسی حتما بعضی خطرات هم هست که تهدیدت میکنه. با نظر من صبر کن. اما کاکا داود، من یک مسلمان خوب شمرده نمیشم و همچنان عبادت خدا به شکل درستش انجام داده نمیتونم. وضع ما آشکار است، شما خو میبینین. ای چیزای خارق‌العاده که سر شما میگذره آسان نیست. حتی ضرور نیست که شخص مسلمان باشه. مثلا دندستان بعضی اوگی ها سر آب را میرن. بعض انسان هایی هست که فالبینی میکنن، چشم بندی میکنن و در کارهای شیطانی هم بسیار مهارت دارن. اما بعض انسان هایی هستن که زندگی عادی دارن و در زندگیشان هیچ چیز خارق‌العاده نیست. اونا مثل اولیا هستن دخترم. مطلب می است که او خوابایی را که تو میبینی انشالله خوابای صادق است. تمامی خوابایت لطف و احسان پروردگار است. اما اگه به طرف اینا ببینیم که تو خودت در یک مقام معنوی ببینی، ای اشتباه حتی تو را تباه میسازد. هرگز تو فکر نکنی. نه استغفرالله، به کدام حق؟ قسمه که به طرف خود نگاه میکنم میفهمم. شاید ما هم یک مسلمان خوب نباشم کاکا داود، هنوز بسیار چیزا را نمیفهمم. پس در این صورت خود تغییر بده و با وظیفت هم ادامه بده. حالت هیجانی تحسس نده. درست است، خود جگرخون نکو. یارمال، میشه بیرون بری؟ درست است لالا. ببین، امروز به خاطر دو گپ آمدیم. گپ اول ای است که امرای ما کار کن. با ماش شهید زندگیت پیش نمیره. پیسی را که ما برات میتام میتونی با راحتی زندگی کنی، با فایده ایت است. درست است لالا. خفه نشو، اما شوهرت هیچ دوست نداشتم. مرد پشت کار خود رفت. خدا بیامرزش. اما میگفت که ما صادق هستم، امرایم جور نمیامد. اه حال چی شد؟ صداقتش چی شد؟ صداقت را نگاه کرد، هر صبح شام دعا میکرد. دعا برای چیز فایده کرد؟ نکرد. کسی که در دنیا جل خود از او کشید و پاچه است. راستی و صداقت همش قصه مفته است. هم اگه فریب کاری میکنه، تو چرا صادق راست باشی؟ با خاطر که از گشنگی بموری؟ الا چرت نزن، جگرخونی نکو. او مور جگرخونی فایده نداره. گپ دومی چی است لالا؟ تو باید عروسی کنی. ببین چند لحظه پیش یک نفر پیش مامان نامش یارمال است. او دست راست ماست.
یا کم لوده از هم ما تو را خوب نگاه میکنم. لالا تو چی میگی؟ ای تو یک چیز امکان نداره. داره او سرپرستیت میکنه، عقلش زیاد کار نمیکنه، اما با سادگی با گفتت میکنه. آیا خواهر حق نداره که یک اولاد داشته باشه؟ آیا او حق نداره که اولاد خود دوست داشته باشه؟ قبول کو عالم امیرم، تو سر این دو موضوع خوب فکر کو خواهر، فهمیدی؟ من رفتم. متاسف هستم آقای مزون، دخترتان زیاد مریض است. تداوی داره دکتر صاحب؟ امکان داره خوب شه؟ داره اما تداویش بسیار وقت در بر میگیره. اول باید عملیات شوه، بعد از او باز میبینیم چی میشه. و متاسفانه عملیات باید هر چه زودتر صورت بگیره آقای مزون. قیمتی چند میشه؟ دلیر میشه. اما پیسه میده ندارم، میتونین 200 لیره را میده کنین؟ خب بتین پیسه میده دارم. پیسه میده کم زیاد شد. خواهش میکنم، مهم نیست. میخواین در مورد روانشناسی معلومات پیدا کنین؟ بله یک کمه. بله درست است، ما خداوند و فرشته ها را نمیبینیم، بعضا به اونا باور ندارن، در حالی که اگه اونا کتاب های روانشناسی بخونن باز میفهمن. ما فکر میکنیم که در اطراف خود یکان چیز میبینیم، در حالی که از اوران چیز است، اما ما دیده نمیتونیم. ما فکر میکنم
که چشم هیچ چیز نیست بچه. انسان بسیار فریب میتن. بله اما تو راست. خب روزتان بخیر. چطور هستی؟ دوباره نباید قدر مبالغه میکردیم. قسمی که میگفتن او قسم نیست. اما حال گپش خلاص است. چند دقیقه پیش یک چشم بندی کردم. هیچ نفهمید. آها. یک توتی روزنامه را برش دادم. گفتم 200 لیره از پیسه میدهشان پس داد. یک دقیقه صبر کن. دوباره زنگ میزنم.